الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروعي امروز درسي عقيدة من درباري ايمان از ادگاه حضرت امام ابو حنیفه. ایمان شرطش چیه؟ ایمان اقراری به زبان و تصدیقی به قلب است. صحبت هایی کرده بودیم و دوام میتیم صحبت مانا از متن های مشهوری مثل نصفی، مثل فقه اکبر، مثل کتاب توحید شیخ ماتوریدی، مثل کتاب عقیده ازودیه، مثل عقیده تحاوی، مثل عقیده بیازی، مثل عقیده الابانی ابوالحسن اشعری. زیاد از 60 کتاب عقیدوی هست که از ادگاه قرآن و سنت جمع و گرد آورده شدن و سمی شما میرسانیم تا اینکه عقیده و خداشناسی ما درست باشد. امروز درباره ایمان صحبت کردیم. نزد علمای حدیث مثل حضرت امام مالک و شافعی حنبلی ایمان اقراری به زمان، تصدیقی به قلب و عملی به ارکان بود. یعنی که با زبان میگه که خدا یک تای پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، همین به دل تصدیق میکنی و به عمل نشان میتین، مثل نماز، حج، روزه و زکات، تا ایمان درست شود. اما نزد حضرت امام ابو حنیفه ایمان چی بود؟ به زبان میگی، به دل تصدیق میکنی. عمل از ایمان جدا بود. اینم که فرقی داشت. یعنی عمل از ایمان جدا، که آدم نماز نخوان میدونه نماز فرضه، اگر نخونه فاسق میشود. بسیاری حالات ها گفتیم که زنی که که حیض میبینه نماز نمیخونه، معلومه که ایمان ای عمل جدا ای. و در حالت ما او زنه که حکمی به کفر کردن نمیتونه که به ایمان ای. یا مثل فقیره که زکات داده نمیتونه، ما گفتن نمیتونه که باید زکات نداد و او از ایمان بیرون شد. نه، معلومه که ایمان نزد حضرت امام ابو حنیفه از عمل جدا بوده. عمل الهیده بخش بوده، عمل تکمیل کننده ایمان بوده. کسی عمل نداره، خدا و پیغمبر در گناهگار اینه که حکم به کفرش نمیکنیم. خب، اکنون علما بحث کردن که همه بر این اجماع کردن، همه اتفاق کردن که اگر شخص به قلبش تصدیق کند، به دلش تصدیق کند و به زبانش اقرار کند و از عمل کردن به دیگر عضوهایش خودداری کند، بیش شک و شبهه او نزد خدا و رسول و شریعت گناهگار است. یک از گویی که خدا در شهادت دارد، مشهد و لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، خدا و محمد ایمان دارم صلی الله علیه و آله، لیکن به گفتار خدا و رسول الله کار نکنه و نزد خدا در عاصی گناهگار است. این اجماع علمای اهل سنت و جماعت بوده. پگه از این بی‌نمازیش و بی‌روزگیش و از این اعمالهای زناکاریش و فسادی و فاسقیش جهنم میره و به توبه. و گمان نکنه که من جهنم نمیرم. لیکن ایمانی به خدا و رسول چیکارش میکنه؟ او را از جهنم خلاص میکنه، ابدی نمیمونه. لیکن جهنم میره و به سبب گناه‌های کردگیش. امام تحاوی رحمت الله علیه از همین جهت گفته است که اهل ایمان در اصل ایمان برابرند. کسی که اشهد و لا اله الا الله و ان محمد رسول الله میگه، چی جبرئیل امین باشه، چی رسول الله باشه، چی ابوبکر صدیق باشه، چی حضرت عمر، تمام صحابه باشه، یا همه من تا به امروز مسلمان ها باشن، همین همش یک کلمه رو گفتگیم، اشهد و لا اله الا الله، اشهد و ان محمد رسول الله. این کلمه در گفتنش همه برابر میگه و این اشاره به آن میکند که برابری تنها در اصل ایمان است. در اصل ایمان، در فوندمنت همش برابر هم. یک کلمه را همه میگه، من هم میگم، حضرت جبرئیل امین هم میگه، حضرت ابوبکر صدیق هم میگه، توتی هم میگه. در گفتن همه گپ میزنه، اینا گپ در عمل شای همه این کلمه را میگه. اگر ما امروز مسیحی هم گویم این کلمه را میگه، گمان میکنه که اسلام همین است. امام تحاوی حنفی همین گفته، اصل ده همه برابر است، همه اینا گپ میزنه. از این برابری از تمام جهت لازم نمی شود، بلکه درجات نور لا اله الا الله در دل گویندگان این کلمه چنان تفاوت دارد که آن را جز خدا کسی شمرده نمی تواند. در اصل برابر است، نه که از جهت های دیگر ایمان برابر نیستند. ما در ایمان حضرت ابوبکر برابر شدن نمی تونیم، ما در ایمان حضرت عمر برابر شده نمیتونیم، ما در ایمان حضرت جبرئیل درجهش برابر شده نمیتونیم. این لا اله الا الله نور داره، در قلب هر یک انسان رفت و را خدا درجهش میدونه. هر کس چند که عمل کرد، زندگی کرد به این کلمه طیبه پاک، همو که خداوند نور ایمان میتیا. چگونه که روشنی رو خدا داده تاریکی رو ما ندیدستیم، ایمان هم نور داره. کلمه شهادت همه میگه، در گفتنش همه برابره، اما در عمل گپه که درجه او را به خدا بلند میکنه.
کسانی هستند که نوری لا اله الا الله در قلب آنها مثل آفتاب است و بعضی دیگر نور این کلمه مثل یک مشعل عظیم یک نور است. شخص دیگر مثل یک چراغ روشن دهنده و کسی دیگر مثل یک چراغ ضعیف. همین نور هم چند نوع است: آفتاب، ماهتاب، ستاره، فنریک ها، چراغ ها، گوگرد ها. اینا نوراشون فرق داره. چقماق ها ایمان هم همیه برادر ها، لیکن همو روشنی یا روشنی است. ما خانمان رو پشت به آفتاب میندازیم، پیش به آفتاب میندازیم، ای آفتاب به جا میشیم، ای آفتاب سایه میکنیم. آفتاب یک آفتاب، آفتاب یکون ضرر نمیرسد، ما ضرر میکنیم. رسول الله آفتاب است، خداوند دینش آفتاب است، ایمان آفتاب است. ما میگریزیم از او، ما پشتمون رو به آفتاب میکنیم، رومون آفتاب میکنیم، خانمان رو آفتاب به جا میکنیم، ای آفتاب به جا میشیم. آفتاب یک آفتاب است، آفتاب به ضرر نمیرسد، ما ضرر میکنیم. از این نقطه نظر معلوم میشه که ما ضرر میکنیم نه آفتاب. از این نقطه نظر معلوم میشود که لا اله الا الله و محمد رسول الله گفتن روشن کردن در کره. این ایمان ای. کلمه شهادت روشن کردن در کره. این ایمان ای. روشنی و با عمل ای. اگر این کلمه رو گویی دزدی کردی، این کلمه رو گویی زنا کردی، این کلمه رو گویی دیگر گناه های کبیره رو کردی، نیول روشنی نداری عزیزم. توریکی دیولی آن دکه اگر روشنی قده ایست دی، هر کسی چند قبه این کلمه زندگی میکنه، خشا راست میکنه، روشنی او زیاد شدن میگره، در این نوع روشنی کفر و نفاق و شرک و بدبختی میسوزه. از همین جه نور مؤمنان از راست و چپشان بر همین اندازه ظاهر میشود، یعنی موافق چیزی که در دل آنهاست از نور ایمان و توحید به اندازه علم و عملشان. بعضی حالات ها در نور ایمان از چهره ها درخشان است که چهره ها نورانی می شود، از دست ها نورانی می شود، از قلب ها نورانی می شود. از خود مدینه منوره نور ایمان رسول الله آمد به رخنه های چین و به اروپا و به اون منطقه ها تقسیم شد که الحمدلله ما صاحب ایمانیم. در روزی ایمان دیده چند قدر است؟ در روزی ایمان ملکوتی امروز از آن محمدی در تمام دنیا روشن است. نام قرآن در تمام دنیا پایدار است. در خاندان هر یک مسلمان طفل به دنیا می بیا با اذان و اقامت محمدی نشو نما می یابه. این میگه در روزی ایمان ای. اما امروز ایمان ما چیکار کرده است؟ ما چند قدر ایمان داریم؟ کلمه شهادت باید اندازه داشته باشه که به این اندازه توحیدی ما چند قدر روشنی میکنیم. این روشنی از کجای ما بلند شده ایستاده ای؟ ای زبان ما چند قدر روشنی ای؟ ای چهره مون چند قدر روشنی ای؟ ای دست مون چند قدر روشنی ای؟ از قلب مون چند قدر روشنی ای؟ افسوس این کلمه از مدینه منوره روشنیش در دنیا درخشید، تا به امروز می درخشه، تا قیامت می درخشه. این وعده ای. انسان ها از روشنی فایده می گیرن، از تاریکی نه. اما فایده های تاریکی مثل هزارها هزار برنامه های زید این نور خیز، زید این ایمان خیز، برنامه های نفاق و کفر و هزار ملحدی و بمعنیگی خیز، اما رو همش سوختن، نابود شدن. در این روشنی ها عیب و گناه هاشان دیدن، بسیار اینها اصلاح شدن، به نور توحید آمدن، بسیار اینها رسوا شدن، سوختن. مؤمنین خدا از نعیمی معلوم میشه و ای نور ایمانشان، ایمان نور داره در چهره. نور ایمان از عمل پیدا میشه و گفته تحاوی. و هر قدر نور این کلمه بزرگ و قوی باشد، شبهه و شهوت ها به اندازه آن میسوزد و به حد میرسد که با شبهه و شهوت و گناه روبرو شود، آن رو میسوزاند. همین قدر نور لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یکتا، محمد رسول آخر، همین قبعه گفتار اینها، هر دو دروازه ایمان زندگی کن، عمل کن، این نور می درخشه. میگه دروازه های محکم این نفاق و شرک می سوزه، فسق می سوزه. روز تا روز تو شهوت و کشش هایش حیوانی، او کشش های ابلیسی، او کشش هایی که ما را به آبرو میکنه، او می سوزه. تو روز تا روز از این تاریکی ها خلاص میخری. چرا امروز ما زیقیم؟ برای که توحید ما غلط های. چرا ما امروز دلگیریم؟ خداشناسی ما غلط های. چرا امروز ما در تاریکیم؟
ما عمل به کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله خدا و رسول او را نقض نمیشناسیم. خدا و رسول او پایتخت قلب ما نیستند. در این پایتخت خدا و رسول حاکم نیست. برای همین ما زیق میشیم، ما دل بسته میشیم، ما دلگیر میشیم، ما محرم راز نمییابیم، قلبمون چیرک شده، ملهم نمییابیم که در بالای او بندیم و از این چیرک و زرداب خلاص خریم. همین قدر زیاد شد، همین قدر گفته نفاق و کفر و بدبختی میسوزه اگر روشنی بلند شد. هر کسی که در توحیدش صادق است، حالتش چنین است، آسمان ایمانی او از هر دزد به آتش پاره ها حفاظت می شود. و هر که این را بداند معنای سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را فهمیده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیان که کسی لا اله الا الله محمد رسول الله را به این کلمه زندگی میکنه، به این کلمه از دنیا میگذره، جسد او در دوزخ حرام اعلان شده. لا نیست اله اوهن ربا، نیست اوهن ربای مگر الله. اوهن ربای ما باید خدا باشه، اوهن ربای ما باید محمد صلی الله علیه و سلم باشه. انا مینه توحید ما این صاحب نبراس در شهر عقیده نصفی آورده. اینا اوهن ربای ما باشن، ما جهنم نمیریم. چرا جهنم میرفتیم؟ به این کلمه باید ما زندگی کنیم، لا اله الا الله محمد رسول الله زندگی ما. این کلمه را طیبه میگن، کلمه پاک. اوهن اله اوهن ربا های الهی ما چیه؟ بسیاری آدم ها را اله ها هواه میگن، خدای او هم هوای نفس شد. بسیاری آدم ها را خداشون همون راهبراشون همون رئیس قاضیاشون هم. بسیاری آدم ها را الهشون دنیا و پلاشون های. بسیاری آدم ها را الهشون همون زن کودکاشون های. خیلی آدمی در کاره که الهی و الله باشه، اوهن ربای و ما افرندهش باشه، آفرنده او هم رسولش تعلیم دهندش باشه. خیلی آدمی در کار اگه آهن ربای او رسول الله باشه. وقتی این دو آهن ربا را که ما شناختیم او ما را کشن، جسد ما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودیان که جسد ما در دوزخ حرام است. آتش جهنم در جسد ما، در آتش جهنم سوختنش حرام است. روح و جسم ما را خداوند در جهنم حرام اعلان کرده است. کسی این کلمه طیبه قطعی زندگی میکنه. به همین مانند حدیث های دیگر که برای بسیاری مردم فهمی آن مشکل است، به همین جهت آمدیان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن کسی لا اله الا الله میگه، محمد رسول الله میگه، آخران کلمهش همین باشه، جهنم نمیره و بهشت میره و مردم بسیاری محدثا مشکل فهمیدن میگه. اساس این همین ای که اوهن ربای او خدا و رسول باشه. یعنی اوهن ربا چیه؟ با گفتار این دو تا زندگی کنه با او بهشت میره و این خیلی نه که همین تا گوه او رو نه زندگی کنه. گفته ای صاحب نبراس بیزیب نفهمه کسی لا اله الا الله محمد رسول الله گفته همیتا نه گفته به این اوهن ربا. اله به معنای اوهن ربا ای گفته این خدا و رسول را به خودش جذب کنه، کشه. بسیاری اوهن ربا را اگر مینوس به مینوس، پیلوس به پیلوس بیاره میپرتویا. بسیاری آدم ها میگن نو به ای خدا میگریزن، ای رسول میگریزن، قهری میکنن با خدا و رسول. اما بازم میگم این دین دین انتخاباتی نیست که انتخابات قطعی آمده باشه. این دین ده میخوایی بیا هدایت یا نمیخوایی پیروی به هدایت نباش. عقیده ما، توحید ما، عقیده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امین بود است که کسی میگفته اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، با زبان میگفته، با دل تصدیق میکرده، باید اله او معلوم باشه، اوهن را باش. اوهن را باش که معلوم شد این انسان از جهنم خلاص خورده. گفته محضه سعدی که با گفتاری پیامبرت راه جوی، دل از ترگی ها با پاکی بشوی. خدا رحمت کنه سعدی را توحید شد بینه که با گفتاری این پیغمبر گفته ره دیاو، دل تا از این تاریکی ها شو تازه کن. خلافی پیامبر کسی ره گزید و منزیل مقصد نخواهد رسید. عزیزم آبرو نمیابی اگر زید رسول الله برآمد کنی و زید رسول الله کار کنی و گپش نگیری. گفته نه، گفته تر حقوم کردگی. خداوند ما را صاحب عقیده سالم و سلیمه گردان
و ما را پیرو به این گونه صاحب مذهبی بزرگ گردان و عاقبت کار ما را به خیر گردان، از رای حق دین حق ما را بیرون نساز. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. پروردگار و ثواب این درس های مبارک به روح پاک رسول اکرم رسان، صحابه بزرگش رسان، ازواج مطهرات رسان، امامان دین درسان، از آن جمله حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درسان که ما را صاحب این گونه فکر و عقیده پاک ساخته و به واسطه این برنامه های درسیش از خدا و رسول برای ما این گونه برنامه ساخته را آورده رسانده و ما را پیروی رای حق کرده و امام مذهب مان شده. خدا جاش بهشت گردان و روحش شاد گردان. برحمتک یا ارحم الراحمین.